سلام بر شما به برنامه این هفته ای ایران و جهان در هفته ای که گذشت خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم در این برنامه به حوادث تروریستی رخ داده در هفته گذشته از جمله حمله افراد مسلح طالبان به یک مدرسه در پیشاور پاکستان و حمله یک مهاجر ایرانی الاصل به کافه در سیدنی استرالیا میپردازیم. در ادامه نیز در گزارشی به اثرگیری رابطه میان کوبا و ایالات متحده خواهیم پرداخت. مروری داریم به تلاش فلسطینی ها برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی و به صحبت های تعدادی از اساتید دانشگاه در همایشی تحت عنوان درباره یک توافق اشاره می کنیم که در مخالفت با برنامه هسته ایران ایراد شده است. در پایان نیز گزارش بهنام امینی را داریم از ترکیه که در آستانه سال جدید میلادی نگاهی داشته به مهمترین تحولات این کشور در سال گذشته با ما همراه باشید در حمله افراد مسلح طالبان سهشنبه 16 دسامبر به یک مدرسه متعلق به ارتش پاکستان در شهر پیشاور حدود 150 تن از جمله بیش از 130 دانش آموز کشته شدند. رهبران جهان انزجار شدید خود را نسبت به این واقعه ابراز کردند. مراسم خاکسپاری قربانیان حمله خونین نیروهای طالبان در شهر پیشاور آغاز شده است. در پی این حمله که روز سهشنبه 25 آذر روی داد، نزدیک به 150 نفر که 132 تن از آنها دانش آموز بودند، جان خود را از دست دادند. درباره شمار دقیق قربانیان اطلاعات گوناگونی منتشر شده است برخی از منابع از 153 قربانی سخن میگویند و برخی از آنها نیز شمار قربانیان را 148 نفر ذکر می کنند. گفته میشود بیش از 250 نفر نیست در جریان این حمله زخمی شدند. به گفته مقامات ارتش پاکستان، هفت مهاجم طالبان که همه بمبهایی بتن بسته بودند، عاملان این حمله خونین بودند. آنان با عبور از حصار سیمی وارد مدرسه شده و با حضور در تالاری که دانش آموزان در آن مشغول دادن امتحان بودند، آنها را به رگبار بستند. این مهاجمان سپس به یکایی یک کلاس ها رفته به سوی دانش آموزان و آموزگاران شلیک کرده و عده را به گروگان گرفتند. در جریان عملیات چندین ساعته ارتش پاکستان برای پایان دادن به این حمله و گروگانگیری هر هفت مهاجم کشته شدند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان ضمن اعلام سه روز ازای عمومی این حادثه را فاجعه ملی که کار وحشیانه است خواند و قول داد عاملان به جزای اعمال خود برسند سخنگوی ارتش پاکستان نیز در ارتباط با این حمله خونین گفت عاملان از این حمله تنها یک هدف را دنبال میکردند کشتن کودکان بیگناه و نگرفتن گروگان راهل شریف فرمانده ارتش پاکستان نیز از اقدامات تلافی جویانه سخن گفت و تصریح کرد این اقدامات تا نابودی کامل اسلامگرایان افراطی در این کشور ادامه خواهد یافت به گزارش رسانه‌های خبری نیروی هوایی ارتش پاکستان شامگاه سهشنبه 16 دسامبر دست به عملیات هوایی زده و مواضع احتمالی نیروهای طالبان را هدف قرار دادند. رهبران جهان در واکنش به حمله مرگبار طالبان در پیشاور انزجار شدید خود را از این عمل ابراز داشتند آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در پیام تسلیت خود تصریح کرده که گروگان گرفتن و قتل کودکان و نوجوانان ترین عملی است که میتوان با آن دست زد یواخیم گاوک رئیس جمهور آلمان از عمل بزدلانه تروریست ها سخن گفت باراک ما رئیس جمهوری آمریکا این حمله طالبان را به شدت محکوم کرد و گفت تروریست ها با این حمله منزجر کننده به دانش آموزان و آموزگاران بار دیگر پستی خود را ثابت کردند جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز ضمن ابراز همدردی با نخست وزیر و مردم پاکستان بر همکاری و همبستگی واشنگتن با اسلام آباد در مبارزه با افراط گرایان تاکید کرد ناندرا مودی نخست وزیر هند در پیامی در شبکه توییتر اعلام کرده که تماسی تلفنی با نواز شریف همتای پاکستانی خود داشته و مراتب تسلیت و همدردی خود را ابراز داشته است گفتگو میان رهبران دو کشور متخاسم هند و پاکستان که هر دو از قدرت اتمی برخوردارند به ندرت صورت میگیرد در خور توجه که حتی نیروهای طالبان افغانستان نیز از این حمله خونین فاصله گرفته و حجوم به مدرسه در پیشاور را اقدامی غیر اسلامی دانستند. زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان افغانستان به خانواده های قربانیان تسلیت گفته است. از سوی دیگر جنبش طالبان پاکستان اعلام کرده به تلافی ادامه عملیات ارتش این کشور علیه طالبان دست به انجام این حمله زده است. سخنگوی طالبان پاکستان نیروهای ارتش این کشور را متهم به قتل کودکان و زنان جنگجویان طالبان و سوزاندن خانه های آنها کرد. در حال حاضر ارتش پاکستان مشغول انجام عملیاتی گسترده علیه نیروهای طالبان و القاعده در نزدیکی مرز افغانستان است و گفته می شود که تاکنون شمار زیادی از افراط گرایان کشته شدند. فردی مسلح روز دوشنبه 15 دسامبر اقدام به گروگانگیری شماری از شهروندان در کافه در مرکز شهر سیدنی استرالیا کرد. 16 ساعت پس از شروع گروگانگیری که بنا به گزارش ها توسط یک ماجر ایرانی الاصل انجام شد، این ماجرا با یورش کماندوها و مرگ سه نفر از جمله فرد گروگانگیر پایان یافت. کارکنان و مشتریان یک کافه در مرکز شهر سیدنی که هنوز تعداد دقیق آنها مشخص نیست، امروز دوشنبه 15 دسامبر 24 آذر توسط فردی مسلح به گروگان گرفته شدند. در همین ارتباط تلویزیون محلی استرالیا در تصاویر خبری خود تصویری را نشان داد که دو تن از گروگان ها در داخل کافه لیند مجبور شدند از پنجره کافه پرچمی سیاه رنگ که روی آن کلماتی به عربی نوشته شده است را به نمایش بگذارند. خبرها حاکی از آن است که بر روی این پرچم جمله لا اله الا الله محمد رسول الله نوشته شده است. پیشتر اعلام شده بود که پنج تن از گروگان ها موفق به فرار شدند. سه مرد شش ساعت بعد از گروگانگیری فرار کردند و دو زن یک ساعت بعد موفق به فرار شدند. کانال ده استرالیا اعلام کرد توانسته است مستقیما با دو نفر از گروگان های داخل کافه گفتگو کند. به گفته این شبکه تلویزیونی آنها میگویند گروگانگیر چند درخواست دارد. یکی از درخواست های او این است که پرچم دولت اسلامی به او داده شود و درخواست دوم او گفتگو با تونی ابوت نخست وزیر استرالیا آنها همچنین گفتند گروگانگیر از کارگزاری چهار بمب خبر داده که دو بمب در داخل کافه در میدان مارتین و دو بمب دیگر در شهر سیدنی کارگذاشته شده است. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا پیش از این اعلام کرده بود که هنوز از اینکه آیا انگیزه گروگانگیری سیاسی است یا خیر اطلاعی در دست نیست البته او گفت به وضوح نشانه هایی از انگیزه های سیاسی وجود دارد بنابر گزارش خبرگزاری ها او با اعلام اینکه استرالیا دارای جامعه‌ای طلب باز و بخشنده است خواستار آن شد که مردم مثل همیشه سر کار خود حضور یابند و تنها در صورت مواجهه با موردی مشکوک با مراکز مربوطه تماس گیرند او گفت دولت نیز به روند جاری کارهای خود ادامه میدهد به گزارش خبرگزاری رویترز، اندرو اسکیپیون، رئیس پلیس ایالت نیو ساوت ویلز که سیدنی پایتخت آن است، نیز اعلام کرد که پلیس هنوز تماس مستقیمی با گروگانگیر نداشته است. با این همه، وی گفت که به نشانه هایی رسیدند که سازگاری این اقدام با یک اقدام تروریستی را مشخص می کند. همکنون صدها پلیس کاملا مسلح دور تا دور را محاصره کردند. صدها نفر از مردم منطقه از این محدوده به بیرون هدایت شدند. ساکنان ساختمان روبروی کافه نیز با کمک پلیس به خارج از محدوده خطر رفتند. ساکنان طبقات بالایی کافه نیز با نرد بام از ساختمان خارج شده و ساختمان تخلیه شده است. مقر دولت ایالتی نیو ولز ولز جنوبی نو، بانک رزرو استرالیا و چندین بانک دیگر در منطقه که کافه در آن قرار دارد واقع شدند. مسئولان بانک رزرو اعلام کردند که کارکنان این بانک خارج نشدند و همگی در سلامت به سر میبرند. به گزارش رویترز، کنسولگری آمریکا در شهر سیدنی که در نزدیکی لین که گروگانگیری در آن رخ داده قرار دارد، تخلیه شده است. به گفته سخنگوی کنسولگری این کنسولگری هشداری فوری نیز به شهروندان آمریکایی در سیدنی داده است تا در سطح بالایی از هوشیاری باقی بمانند و قدمهای مناسب را برای افزایش امنیت شخصی خود بردارند به گفته سخنگوی کنسولگری تعدادی از کارمندان کلیدی کنسولگری در داخل کنسولگری باقی ماندند اما بقیه محل را ترک کردند. نخست وزیر کانادا نیز از طریق شبکه های اجتماعی آمادگی خود را برای کمک به استرالیا اعلام کرده است. استیو لوانه یکی از مدیران کمپانی لیند در استرالیا در گفتگو با رسانه ها اعلام کرده است که در این شعبه از کافه لیند حدود ده نفر کار میکنند. وی همچنین احتمال داده است که در حال حاضر در کافه سی مشتری حضور داشته باشند وی البته در گفتگو با خبرگزاری ها تاکید کرده است که این رقم چیزی است که وی حدس میزند و ممکن است واقعیت نداشته باشد پلیس استرالیا نیز گفته است شمار دقیق گروگان ها مشخص نیست اما باید کمتر از سی نفر باشند آمریکا و کوبا پس از دهها سال روابط بحرانی خواستار فصل جدیدی در روابط میان دو کشور شدند. قرار است در ماهای آینده سفارت کوبا در هاوانا راه اندازی و برخی تحریم های تجاری کوبا نیز لغو شود. اعلام تصمیم کوبا و آمریکا برای برقراری روابط سیاسی میان دو کشور با استقبال رهبران جهان مواجه شده است. بارا که با اوباما رئیس جمهوری آمریکا و همتای کوباییش راول کاسترو روز گذشته همزمان در یک پیام تلویزیونی اعلام کردند که دو کشور در نظر دارند روابط دیپلماتیک خود را آغاز کنند پیام رؤسای جمهوری دو کشور در شرایطی بود که این دو روز 25 آذر با یکدیگر تلفنی صحبت کرده بودند روابط دیپلماتیک کوبا و آمریکا از بیش از 50 سال پیش قطع شده است آمریکا پس از آنکه فیدل کاسترو قدرت را در کوبا به دست گرفت و سرمایه های آمریکا را در این کشور ملی اعلام کرد و به سوی کمونیسم گرایش یافت تحریم های اقتصادی شدیدی نسبت به این کشور اعمال کرد آقای اوباما در پیام تلویزیونی خود گفت نمیتوان آنچه میان دو کشور گذشته را نادیده گرفت اما اکنون باید دو کشور بر میراث استعمار و کمونیسم غلبه کنند رول کاسترو در پیام خود از پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان و همچنین دولت کانادا قدردانی کرد که نقش میانجی را در شروع رابطه میان دو کشور داشتند. گفته می شود پاپ در نامه ای به دو رئیس جمهوری کوبا و آمریکا از آنها خواسته بود مشکلاتی انسانی چون مشکل اسرای دو کشور را به خاطر علاقه مشترک حل کنند و به این ترتیب فصل جدیدی در روابط دو کشور به وجود آورند. گفته می شود در پی این میان جیگری ها از تابستان 2013 دیدارهای بسیاری میان نمایندگان دو کشور انجام شد. رئیس جمهوری کوبا اما در ادامه سخنانش تاکید کرد این بدان معنا نیست که مشکل اصلی میان ما حل شده است. در همین راستا وزیر امور خارجه آمریکا نیز در یک کنفرانس خبری گفت به دنبال آن است که اولین وزیر امور خارجه آمریکا باشد که طی 60 سال گذشته به کوبا سفر می کند. هنوز در آمریکا همه تحریم های اقتصادی و تجاری و همچنین سختگیری ها برای سفر به کشور کوبای سوسیالیستی لغو نشده است. تنها کنگره آمریکاست که حق به این تحریم ها را دارد. اما آنگونه که یکی از مقامات آمریکا اعلام کرده، اوباما در چارچوب اختیارات خود و بدون مراجعه به کنگره وارد عمل شده است. آقای کاسرو در پیامش از آمریکا خواست تحریم ها علیه کشورش را پایان دهد. دیدارها میان نمایندگان بلند پایه آمریکا و کوبا قرار است در عادی سازی روابط دو کشور تاثیر گذارد. کاخ سفید آمریکا اعلام کرده که آمریکا و کوبا در نظر دارند از این پس در مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر با هم همکاری کنند. قرار است روابط مالی میان دو کشور افزایش یافته و کارتهای اعتباری آمریکا در کوبا معتبر شناخته شود. آمریکا و کوبا در شرایط خواستار فصل جدیدی در روابط میان دو کشور شدند که کوبا در ماه ژویه سال جاری روابط خود را رو با روسیه که پس از سرنگونی اتحاد جماهیر شوروی به سردی گراییده بود سامان داد ولادیمیر پوتین سفر آمریکای لاتین خود را با حضور در کوبا و هدیه سخاوتمندانه به راول کاسترو آغاز کرد روسیه علاوه بر بخشودگی 90 درصد از بدهی های کوبا سرمایه گذاری عظیمی در میدان های نفتی این کشور را به مقامات این کشور مژده داد. کوبا در زمان اتحاد شوروی پشت و پناه اقتصادی این کشور بود. یک سوم تولید ناخالص ملی کوبا در دهه 80 میلادی با نفت خام، تکنولوژی و ساخت کارخانه از سوی شوروی تامین میشد. اما با پایان عمر اتحاد جماهیر شوروی این کمک های عمرانی برادرانه هزینه هنگفت 35 میلیارد دلاری روی دست کوبا گذاشت و سبب سردی در روابط میان دو کشور شد. کوبا در ماه مارس سال جاری 2014 اعلام کرد که در نظر دارد در حوزه های اقتصادی درها را به روی سرمایه گذاری های خارجی باز کند. این اصلاحات بخشی از سیاست اقتصادی درهای باز در کوبا را تشکیل می داد که از طرف هیئت حاکمه این کشور اعمال می شود. به این ترتیب قرار شد به کوبایی های مهاجر امکان سرمایه گذاری در داخل کشور داده شود. دولت راول کاسترو در نظر داشت با مشوقهای مالیاتی سرمایه گذاران خارجی را به سوی کشورش جذب کند آغاز روابط جدید میان دو کشور کوبا و آمریکا با مبادله دو شهروند آمریکا در ازای سه کوبایی آغاز شد اسرای آمریکایی روز چهارشنبه 26 آذر وارد خاک این کشور شدند چهارشنبه 26 آذر ماه در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران همایش تحت عنوان درباره یک توافق پیرامون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برگزار شد. در این همایش احمد شیرزاد نماینده پیشین مجلس، صادق زیبا کلام و هرمیداس باوند از اساتید دانشگاه در مخالفت با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی سخن گفتند. در همایشی با عنوان درباره یک توافق درباره برنامه هسته ایران برخی از کارشناسان در مخالفت با برنامه اتمی جمهوری اسلامی سخنرانی کردند قرار بود سیروس ناصری عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران در دولت محمد خاتمی نیز در این همایش سخنرانی کند اما بنابر گزارش هایی که در خبرگزاری های ایران منتشر شده به دلیل هماهنگ نشدن زمان پروازش در این همایش شرکت نکرده است احمد شیرزاد نماینده مجلس ششم شورای اسلامی و از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت در مخالفت با هسته شدن ایران گفت من همان زمان در مجلس مطرح کردم که از چاه هسته آبی در نمی آید مگر برای بعضی ها نانی درآید اما دریغ از یک لیوان آب با این حال اگر از من بپرسید چرا کشور به سمت هسته شدن رفت باید بگویم که نمیدانم احمد شیرزاد که علاوه بر فعالیت های سیاسیش دارای دکترای فیزیک ذرات بنیادین از دانشگاه صنعتی شریف نیز است همچنین گفت ما در زمینه هسته نه منابع اولیه داریم و نه احاطه به فناوری هسته ما می توانیم در بحث پتروشیمی، نفت و گاز مدعی باشیم چرا که هم منابع و هم احاطه به فناوری داریم. به گفته ای او ایران برای استفاده های پزشکی و تحقیقاتی فقط به چشمهای ضعیف رادیواکتیو نیاز دارد و تا پیش از تحریم های اقتصادی غرب برای تامین این چشمه ها مشکلی نداشته است. آقای شیرزاد تصریح کرده با وجود شرایط فعلی و تحریم ها تأمین 20 هزار مگاوات برق هستئی غیر از وابستگی به روسیه چیزی برای ما ندارد. نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به شیوه مذاکرات ایران با قدرت‌های جهانی نیز انتقاد کرد او گفت قربی ها در بحث هسته یک دایره کشیدند و گفتند از این خط بیرون نروید اما ما به هر دلیلی عبور کردیم و بابت این کار گفتیم برای بازگشتن به عقب چه چیز می‌دهید متاسفانه بحث هسته ای در کشور ناموسی شده است و وقتی چیزی ناموسی شد دیگر نمیتوان بر روی آن گفتگو کرد و مشکل ما در یازده سال گذشته همین مسئله بوده است در حالی که می موضوع هسته ای را به عنوان منافع نگاه کنیم و به راحتی این موضوع را حل کنیم خوشبختانه در دوره جدید مذاکرات شاهد هستیم که نگاه ها به بحث هسته منافع محور است و این خوب است. صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و یکی دیگر از سخنرانان این همایش نیز در راستای صحبت احمد شیرزاد به بی اثر بودن فناوری هسته ای بر روند شکوفایی صنعتی در ایران اشاره کرد و گفت هیچ پیشرفت و نوآوری علمی در رابطه با مسئله هسته ای نه تنها در ایران بلکه در هیچ کشوری وجود ندارد. آقای زیبا کلام گفته فعالیت های هسته دست کم از سال 82 به این سو از لحاظ اقتصادی به ضرر ما بوده است. به گفته او آنقدر که موضوع هسته به ما صدمه زده جنگ هشت ساله صدمه نزده است. هرمیداس باوند یکی دیگر از اساتید دانشگاه سخنران بعدی همایش درباره یک توافق بود. او درباره مقایسه نهضت ملی نفت با فناوری هستی که همواره در دولت محمود احمدی نژاد تکرار میشد گفت ملی کردن صنعت نفت در آن مقطع یک اقدام مترقیانه بود و موجب شد تا روندهای جدیدی به لحاظ حقوق بین الملل در حفظ منابع اولیه کشورها صورت گیرد اما در مسئله ای موضوع به شکلی پیش رفت که امروز تمام دغدغه و مشکلات برای این است که تحریم های اعمال شده برداشته شود و قراردادهایی که در زمینه نفت و گاز در سالهای گذشته انعقاد شده و به خاطر تحریم ها معطل مانده دوباره بستر گرفته شود و فضا برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باز شود این استاد دانشگاه در ادامه به ناکارآمدی مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و گفت آنچه در دولت مصدق صورت گرفت نوعی مبارزه حق طلبانه مبتنی بر حقوق بین الملل بود اما در بحث هسته روند مقاومت در برابر زورگویی ها به سمتی رفت که در بلند مدت حقوق مسلم دیگری از ایران کاسته شد و هر بار بی نتیجه ماندن مذاکرات باعث میشد تا تحریم های جدیدی علیه کشور مشروعیت یابد. هرمیداس باوند در ادامه گفت آقای روحانی در مقابل تاریخ و مردم مسئول است و وظیفه دارد به طور مسالمت و سازنده موضوع هسته ای را حل و فصل کند و در ادامه هشدار داد اگر از فرصتهای پیش آمده در منطقه به خوبی استفاده کنیم میتوان در جهت حل مجموعه معضلاتمان در منطقه پیش رویم در این حال این روند پیچیدگی هایی دارد از ابتدای شروع مذاکرات هسته ایران در دولت آقای روحانی اصولگرایان به ویژه شاخه تندروی آنان جبهه پایداری انتقادات شدیدی از عملکرد مذاکره کننده هسته ای مطرح کردند از جمله 23 تیر ماه شرکت کنندگان در همایش خط قرمز با ادبیاتی شدید و لحن به تیم مذاکره کننده هسته ای ایران حمله کردند پیش از آن نیز 13 اردیبهشت ماه همایش مشابهی با عنوان دل و پسیم با حضور تعدادی از نمایندگان عضو جبهه پایداری مجلس برگزار شده بود این همایش اما هم در روی کردیم متفاوت اساس برنامه اتمی را زیر سوال بود. فلسطینی ها مصمم هستند تا با کمک شورای امنیت سازمان ملل تلاش خود را برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی بدون موافقت اسرائیل به پیش ببرند. در مهمترین قدم پیشنویس یک قطنامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده است. نماینده فلسطین در سازمان ملل پیشنویس قطنامه ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد که بر اساس آن فلسطین و اسرائیل به یک صلح پایدار دست پیدا می کنند. در این قطنامه تمامی ضروریات دستیابی به یک راه حل سلحامیز منصفانه، دائمی و جامع به منظور پایان دادن به اشغال سرزمین های فلسطینی توسط اسرائیل پیش شده است. پیشنویس قطنامه صلح پایدار میان فلسطین و اسرائیل مهلت زمانی یک ساله را برای توافق صلح تعیین کرده است. هدف این قطعنامه همزیستی دو کشور مستقل و دموکرات است که پایتخت مشترکشان بیت المقدس است. مهمترین بخش این قطنامه مربوط به خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از مناطق اشغال شده و بازگشت به مرزهای پیش از جنگ 60 روزه سال 1967 است که می بایست در یک مدت زمان معقول انجام پذیرد و نباید تا بیشتر از پایان سال 2017 به طول انجامد. ریاض منصور نماینده فلسطین در سازمان ملل تاکید کرده که این قطعنامه راه را برای مذاکره نمیبندد و گفته تمامی درها برای مذاکره در بادی این طرح با همه شرکای ما باز میماند وی همچنین نسبت به خطر وتوی این قطعنامه توسط آمریکا هشدار داده است قطنامه مزبور می باید ظرف 24 ساعت به رأیگیری اعضای شورای امنیت گذاشته شود اما پیش بینی می شود که این زمان به تاخیر بیفتد فلسطینیان بیش از همه به پشتیبانی اعضای جدید شورای امنیت سازمان ملل امیدوارند کشورهایی مثل ونزوئلا و مالزی که اعلام کردند ترجیح می دهند رأیگیری برای این قطنامه در سال جدید میلادی انجام شود پیشنویس این قطنامه توسط اردن به عنوان یکی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل تهیه شده است. نماینده فلسطین از کشورهای عربی و اروپایی به خاطر حمایتشان از منافع فلسطینی ها قدردانی کرده است. بعد از آنکه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در ماه سپتامبر در سازمان ملل اعلام کرد که تمام تلاشش را به منظور به رسمیت شناختن یک کشور مستقل فلسطینی به کار خواهد بست تلاش مسئولان فلسطینی برای کمک گرفتن از شورای امنیت به این منظور بیشتر شده است اتحادیه عرب نیز در تلاش است تا طرحی را در شورای امنیت به تصویب برساند که بر اساس آن نیروهای اسرائیل باید ظرف دو سال از کرانه غربی رود اردن و شرق بیت المقدس عقب نشینی کنند این طرح اما با مخالفت جدی اعضای دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل روبرو شده است این کشورها که اعضای دائمی شورای امنیت را تشکیل می دهند عبارتند از آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا و چین. کشور فرانسه در مقابل در همکاری با آلمان و بریتانیا قطنامه ای را آماده کردند که بر اساس آن به جای طرح خروج دو ساله نیروهای اسرائیل از سرزمین های اشغالی یک توافق صلح جامع را پیش بینی کرده است. آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل روز پنج شنبه 18 دسامبر 27 آذر قطنامه فلسطینیان را یک اقدام پرخاشگرانه دیگر از سوی فلسطینیان دانسته و تصریح کرده که اسرائیل اجازه نخواهد داد تا فلسطینیان یک طرفه به شورای امنیت بروند و از آنجا کمک بگیرند. لیبرمن تاکید کرده که از نظر اسرائیل تنها پس از عقد قرارداد صلح میتوان از تشکیل دولت مستقل فلسطینی صحبت کرد وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین اما مذاکرات مستقیم را بیفایده دانسته و گفته بهترین را تعیین مهلت برای مذاکرات صلح و پایان بخشیدن به اشغال سرزمین های فلسطین است. در پایان این برنامه طبق روال سری میزنیم به بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه که این هفته به مناسبت پایان سال میلادی نگاهی داشته به مهمترین تحولات این کشور در سال گذشته این روزها در سطح خیابانها و گذرگاه های ترکیه شعار تازهی به زبان ترکی به چشم میخوره یعنی ترکیه یا ترکیه جدید این شعار آقای و حزب عدالت و توسعه است مجموعی از اهداف بزرگ اقتصادی و همینطور اصلاحات سیاسی و اجتماعی به نوعی سند چشمنداز ترکیه تا سال 2023 که سال هدف نامگذاری شده در حوزه اقتصاد ترکیه در رده 20 اقتصاد برتر جهان جای گرفته حالا اونها درآمد 30 میلیارد دلاری از راه توریست دارن اما این کافی نیست دولت در واقع برنامه های پس انگیزی در باب توریسم در دست تهیه داره اونها میخوان تا پایان سال 2023 جزو ده کشور بزرگ توریستی در جهان باشن از سوی دیگه ترکیه امسال با قراردادهایی که با روسیه و آذربایجان و عراق در حوزه نفت و گاز امضا کرده تصمیم داره تبدیل به کریدور بزرگ انرژی شرق به غرب باشه اما در بعد داخلی نباید غافل بود و کتمان کرد که ترکیه در لایه های زیرین اجتماع خودش یک دوره التحاب رو داره طی کنه صبر کورت ها برای به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح ابدی نیست اونها معتقدن مذاکرات فرسایشی و زمان بر شده هرچند دولت وعده داده با جدیت این مسیر رو تا نتیجه بخشی مذاکرات دنبال خواهد کرد اما این موضوع هنوز لاین حل باقی مونده موضوع بعد جدال پیوسته قشر متوسط و الیت ترکیه با ساختار قدرت است اونها نگران از اینکه ترکیه به سمت اسلامیزه شدن پیش بره سکولارها و ناسیونالیست ها در این باره اگرچه در انتقاد و مخالفت جبهه پرشوری دارن اما دستی خالی از قدرت دارن بر همه این شرایط باید جدال اخیر جماعت گلن با شخص آقای رو هم افزود اما در عرصه سیاست خارجی باید گفت هر اندازه که در ابعاد اقتصادی ترکیه طی این سالها موفق عمل کرده اما در بود سیاست خارجی گاه های سنگینی هم داده یکی از عمد انتخابات مخالفان هم طی سالهای اخیر و به ویژه سالی که گذشت همین موضوع هستش سفندی ها و یارگیری های ترکیه در سیاست خارجی این کشور این اواخر هرگز تعم خوشی به مذاق حزب دارد و توسعه نداشت علا رغم حمایت یک جانبه ترکیه از اسلام گرایان در مصر اما دولت محمد مرسی سقوط کرده در این سو با وجود تلاش ترکیه برای انتقال قدرت در سوریه اسد اما همچنان در قدرت باقی است و از این رهاور نزدیک به دو میلیون آواره سوری روی دست ترکیه باقی مونده همینطور حمایت از فلسطین موجب تیرگی در روابط اسرائیل متحد دیرین این کشور شده با این همه دستا در کاران سیاست خارجی ترکیه برای ترمیم حد اقلی این هزینه ها نگاه به بلوک شرق رو اخیرا در دستور کار قرار دادند و علا رغم ابراز نگرانی اروپا با روسیه مراودات گسترده اقتصادی رو آغاز کردن در یک نگاه باید در واقع ترکیه رو در سال 2014 این گونه توصیف کرد در عرصه داخلی و حوزه اقتصاد نبض شریان اقتصادی هنوز آهنگ متعادلی داره اما در بحث توسعه سیاسی و مدنی جامعه ملتعب از اعتراضات و حوادث گوناگونی چون افشای پرونده فساد مالی، حوادث پارکیگزی، گزی، دستگیری روزنامه‌نگاران و شاید بزرگترین چالش داخلی دولت در طی سالهای اخیر شبکه گلن هستش. همینطور مطالبات کوتا و دیگر اقلیت‌های قومی و مذهبی رو هم باید به این مجموعه افزود. اما در عرصه خارجی شریان های اقتصادی و مراودات بازرگان این کشور با منطقه و جهان هنوز پررنگ هستش و یک نقطه قوت برای این کشور محسوب میشه به ویژه قراردادهای های اخیر با روسیه، ایران، عراق و قطر اما چالش هم در این مسیر وجود داره موضوع حل نشده عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و کشمکش با این اتحادیه بر سر مسائل حقوق بشری همینطور بحران سوریه و اختلاف با ائتلاف جهانی ضد داعش بر سر پذیرش پیش ترکیه به قوت خودش باقی هستش و نهایتا قدرت گرفتن کانتون های کردی در شمال سوریه برای این کشور بسیار نگران کننده هستش با این همه در پایان باید گفت که بی ترکیه یک دوره تحول رو طی میکنه منتها مسئله این هستش این تحول در چه راستایی خواهد بود آیا نگرانی احزاب مخالف از سیاست های حزب عدالت و توسعه و آینده ترکیه درست و بجاست یا چشم اقتصادی و اجتماعی سیاسی آقای اردوغان و هم هاش در سال 2023 به بار خواهد نشست شاید تنها گذشت زمان پاسخ ما رو در این رابطه بده بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه های ما را می توانید در وبسایت ما به آدرس ایران فردا لایف.com دنبال کنید. از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com/ ایران فردا تیوی نتورک با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید. فردا هم در همین ساعت منتظر شما هستیم تا درود دیگر بدرود.